Bismillahirrahmanirrahim. Tafsiri Sure-i Balad. Mağrur şüdeni insan ve kuvveti hud ve molaş. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihazel belad. Be in şehr savgan yod meknam. Yani savgan be in şehri Makka. کی کعبه در آن است به شهری که حرم الهی و جای نزول وحی مولود پیامبر صلی الله علیه و سلم و موضع مناسک حج است و انت حل بهذا البلد در حالی که تو به این شهر حلال خواهی شد یعنی برای تو جنگ کردن در مکه روا خواهد شد یعنی تو نیز در این شهر ساکن هستی که برایش شرف بزرگ داده است. بله موجود بودن تو در این شهر شرف است. زیرا مکان به خاطر ساکنانش بزرگی می‌یابد. و والد و ما ولد و قسم یاد میکنم به زاینده و هر یک چیز زاده است. یعنی آدم و اولاد آدم علیه السلام یعنی به هر زاینده و زاده شده از مخلوقات که تولد و تناسل دارند سوگند یاد میکنم زیرا این امر باعث بقای حیات و حفظ نوع مخلوقات است و برهانی است که بر عظمت و قدرت بار تعالی بر مخلوقات و حکمتش در پیدایش آنان دلالت میکند لقد خلقنا الانسان في كبد و درستی که آدمی را در سختی رنج آفریدیم یعنی البته انسان را طور آفریدیم که در سختی ها رنج میکشد با مشکلات دست و پنجه نرم میکند و به مصیبت ها گرفتار است یعنی راه دشوار و راه سخت را در پیش دارد حیاتش را خیره می سازد و خطرها بر او احاطه دارد احسب ان لن یقدر علیه احد آیا گمان میکند که هیچ کس بر وی قادر نشود آیا انسان گمان میکند که کسی توانایی ندارد از او قصاص گیرد و بر او قهر و غلبه نماید این اندیشه نادانی غرور و خودبینی است بلکه الله تعالی بر او قهر و غلبه میکند و از او قصاص میگیرد میگوید مال بسیار خرج کردم یعنی از روی تکبری و خیال پرستی به مقصد فخر کردن بر دیگران دعوای دروغ میکند و میگوید من مال و ثروت بسیار صرف کردم همچنانه که بعضی از مشرکان به دروغ میگفتند ما در راه دشمنی به محمد مبلغ زیاده را صرف کردیم آیا گمان میکنند که او را هیچ کس ندیده است یعنی آیا گمان میکنند که به حقیقت امر و اندازه نفقه های آنها کسی آگاه نخواهد بود این چنین نیست بلکه الله سبحانه و تعالی دانا است که چقدر خرج کرده اند آگاه است که چقدر عطا نموده است و به زودی از همه مالهایی که نفقه کردن از آنها حساب میگیرد آیا برای او دو چشم نآفریدیم یعنی آیا برای انسان دو چشم نبخشیدیم که با آن میبیند بله بینایی انسان نعمت بزرگی است از آن رو که با چشمانش وسیله های زندگی و مهمات حیاتش را میبیند تا با این وسیله وجودش راستی یابد و لسانا و شفتین
یعنی برای انسان زبان ناطق و فصیح عطا کرده که مقصدش را با آن بگوید و به مطلوبش برساند. همچون برایش لب عطا کردیم که او را در سخن زدن و خاموشی در تناول طعام کمک میکند. حال آنکه هر دو جمالش را زیبا ساختند. و آیا او را با دو راه دلالت نکردیم؟ یعنی راه حق و باطل و راه هدایت و زلالت را برایش واضح ساختیم تا در آن راه قرار داشته باشد. و بعد از آشکار شدن فرقه ها یکی از این دو راه را اختیار کنند. پس بر گذرگاه سخت نگذشته است. چرا با انجام امرهای چون کارهای نیک و صدقه های فرضی و نفلی از این گردنه و راه دشوار نمی گذرد تا بر رستگاری دست یابد و نجات را به دست آورد. و ما ادراک ما العقبه، و چی می دانی که گذرگاه سخت چیست؟ یعنی چی می دانی که این گردنه با راه دشوار چیست؟ یعنی چی میدانی که این راه دشوار چیست؟ براستی گذشتن از آن برای کسی که الله سبحانه و تعالی توفیقش را اراده نکرده باشد دشوار است، اما برای کسی که پروردگار توفیقش را دهد آسان است. آن آزاد کردنی غلام است، یعنی این همان خلاص کردن غلام است تا آزادی خود را به دست آورد، از حقوقش برخوردار شود و انسانیتیش را کمال یابد. یا خوراک دادن در روز گرسنگی، یعنی یا صرف کردن طعام برای فقیران و مسکینان در وقتی که آنها گرسنه هستند، طوری که با وجود نیازمندی و کمبودی آذوقه مسکینان را به سوی خود دعوت کند. یتیمی که خویشاوند باشد، یعنی و طعام دادن سرپرستی به کارهای یتیمی است که از خویشاوندانش باشد. یتیمی که کسی ندارد تا سرپرستی او در دست او باشد، و یتیم آن کسی است که دل شکسته است و احساس خواری می نماید. یا به فقیر خاکسار، یعنی یا طعام دادن مسکینی است که نزدیک است دستش از ناداری به خاک رسد، یعنی مستحق است بعد از این که راه‌ها به روش بسته شده با وی معاونت صورت گیرد و به او بخشش شود. بعد از آن باید از کسانی باشد که ایمان آوردند و یکدیگر را به صبر وصیت کردند و یکدیگر را به بخشش و مهربانی وصیت کردند. یعنی بعد از آن کسی می تواند از گردنه عملهای دشوار بگذرد که مؤمن باشد، نه کافر و منافق، و خود و دیگران را به صبر امر کند، یعنی صبر بر طاعتها و معصیتها و صبر از گناه وصیت نماید. همچنان با رحمت و مهربانی بر یکدیگر در جامعه اسلامی وصیت داشته باشد تا امن و سلامتی عمومی شود. اولئک اصحاب المیمنه، این جماعه
اهلی نگبختانند. یعنی اهلی صفتی یاد شده اصحاب یمین هستند که در سرای رستگاران قرار دارند. نامه اشان به دست راست داده می شود. برکت را همراه خود دارند. به مطلوب خود رسیدند و از ترسیدن نجات یافتند. و آنان که به آیت ما کافر شده اند، این جماعه اهل بدبختی اند. یعنی اما کسانی که منکر آیت های اند و رسالت های الهی را دروغ می پندارند، اصحاب شمال اند، با گمراهان جمع می شوند، در عقوبت و عذاب مقید اند و به خاطر عمل های بدی که انجام داده اند، نامه اعمال خود را به دست چپ آنان داده می شود. بر آنها آتش است که از هر جهت گرد آورده شده است. یعنی عذاب سوزان آنان را فرا گرفته که رویها را بریان می کند و بدنها را می سوزاند. دروازه ها بر آنها بسته است تا بیرون شده نتوانند. و به عذاب دوامناک گرفتارند که نه میمیرند و نه زنده میمانند. این عذاب است که همیشگی است و در بدترین جایگاه قرار دارند.